آنها مادر خود را ترک کردند و وقتی برای ارث آمدند، از آنچه دیدند شوکه شدند. سلام دوستان، مطمئنم از این داستان آموزنده خوشتون میاد. پس تا آخر این ویدیو با واژه تیوی همراه باشید و از بهترین داستانها لذت ببرید. در کانزاس آمریکا زنی زندگی می کرد که 3 بچه داشت. از همان دوران بچگی به آنها عشق می ورزید، غذا می داد، برایشان لباس می خرید و خودش را وقف آنها می کرد. شوهر او مرده بود، پس زن با درآمد بازنشستگی شوهرش خانوادهش را تأمین می کرد. زمانی که آخرین بچهش 5 ساله بود، شوهرش را از دست داد. زن هیچ وقت تسلیم نشد. او با کمک یک نجار مغازه جواهر فروشی ساخت و جواهر می فروختند. زن با تلاش زیاد موفق شد ثمره کوشش خود را دریافت کند. هر ماه سود بیشتری به دست می آورد و با این پول توانست بچه هایش را به بهترین مدرسه شهر بفرستد. بعد از مرگ شوهرش، به جای شکوه کردن و تسلیم شدن، تصمیم گرفت زندگی خودش و بچه هایش را بسازد. او یکی از زیباترین زنان شهر بود، اما تصمیم گرفت با مرد دیگری دوست نشود و خودش را فقط وقف مادر بودن کند. یک روز زن تصمیم گرفت حیوان خانگی بخرد. وقتی به محل خرید نزدیک شد، از پشت شیشه ماشین متوجه یک تول سگ شد. سگ مشغول خوردن آشغال‌های سطل زباله بود و وقتی زن سگ را در این وضعیت دید، دلش برای او سوخت. راننده به زن توصیه کرد سگ را بغل نکند، اما زن اهمیتی نداد. او سگ را در دستانش گرفت و محکم بغلش کرد. سگ بلافاصله به زن علاقه‌مند شد، طوری که انگار سالها بود که یکدیگر را می شناختند. زن اسم سگ را فیلیپ گذاشت. او را پیش دامپزشکی برد تا واکسن‌های لازم را دریافت کند. از آن روز زندگیش تغییر کرد و دوران تنهاییش به اتمام رسید. زمان بسیار سریع گذشت. او دیگر مثل سابق قوی نبود و نمی توانست خیلی از کارها را انجام دهد. اما فیلیپ همیشه به او کمک می کرد. یک روز بچه هایش به خانه آمدند. زن غافلگیر شد چون مدت زیادی بود که به مادرشان سر نزده بودند. با این حال زن به آرامی از آنها استقبال کرد. از قرار معلوم بچه هایش صاحب فرزند شده بودند و زن مشتاق بود نوه هایش را ببیند. در آن لحظه حس باور نکردنی داشت، اما خوشحالیش دوام زیادی نداشت چون فهمید بچه هایش برای سر زدن به مادرشان نیامدند، بلکه آمده بودند تا ارثشان را بگیرند. باورتان می شود؟ زن هنوز نمرده بود، اما بچه ها از حالا ارثشان را می خواستند. بیا مادر، بیا اینجا بنشین. اینجا آمدیم چون می‌خواهیم راجع به ارثمان حرف بزنیم. ما با هم حرف زدیم و نمی‌دانیم به هر کداممان چقدر می‌رسد. و از تو می‌خواهیم ما را از این شک و شبهه بیرون بیاوری. زن گفت: ولی به نظرتان کمی زود نیست بچه‌ها؟ هنوز صحیح و سالمم. بله، بدنم ضعیف‌تر شده و نیروی سابق را ندارم، اما هنوز نفس می‌کشم و زندگی می‌کنم. شما این همه راه را آمده اید تا راجع به این مسئله حرف بزنید؟ فکر می کردم محبت پسر به مادر بیشتر از اینها باشد. زن باورش نمی شد که پسرانش به اینجا بیایند و راجع به پول با او حرف بزنند. این مسئله به همینجا ختم نشد. آنها یک بار دیگر همراه وکیل آمدند و اسنادی را در دستشان داشتند که مثل وصیت‌نامه بود و فقط نیاز به امضای پیرزن داشتند. پیرزن بیچاره به بچه هایش نگاه کرد و گریه‌اش گرفت و گفت: چرا این کار را با من می کنید؟ اما آنها با بیرحمی گفتند: عقلت سر جایش نیست و بهترین کار این است که به خانه سالمندان بروی، چون ما نمی توانیم از تو مراقبت کنیم. زن به آنها چیزی نگفت، از آن اتاق بیرون آمد و به اتاق خودش رفت و در را بست و با گریه به عکس‌های بچه‌هایش نگاه کرد. از خودش پرسید: چه اشتباهی کرده‌ام که عاقبتم این شده؟ آیا نباید همه چیز را برایشان فراهم می‌کردم؟
او همیشه از بچه‌هایش حمایت کرده بود. بعد از اشک ریختن و خالی کردن خودش در اتاق، کمی آرام شد. از اتاق بیرون رفت و به بچه‌هایش گفت که باید فکر کند. بچه‌ها گفتند اشکالی ندارد، هر چقدر می‌خواهی فکر کن. وقتی به اتاقش برگشت، صدای یکی از بچه‌هایش را شنید که گفت دکتری را می‌آوریم که تایید کند او مشکل روانی دارد. اما قرار گذاشتند بعد از اینکه زن برگه‌ها را امضا کرد و تکلیف ارثشان را معلوم کرد این کار را کنند. زن خودش را روی تخت انداخت و گریه کرد. فیلیپ به آغوشش آمد و او را آرام کرد. تنها کسی که همیشه کنار زن بود فیلیپ بود. زن نمی‌خواست از بچه‌هایش شکایت کند و علیه آنها به دادگاه برود. به علاوه می‌دانست بچه‌هایش بی‌رحمند. او را به خانه سالمندان می‌فرستند و فیلیپ را هم در خیابان رها می‌کنند. او فکری به ذهنش رسید. او تمام دارایی‌هایش را فروخت و پول را به وکیلش داد و گفت این پول‌ها را به بچه‌هایم بده، اما فقط در صورتی که بتوانند ثابت کنند در سنین پیری از مادرشان مراقبت کردند. در غیر این صورت پول‌ها را وقف یتیم خانه کن. بعد از صحبت کردن با وکیلش، همراه با فیلیپ سوار ماشین شد. به دوست پشمالویش نگاه کرد و گفت نگران نباش، نه تو آواره خیابان ها می شوی و نه من به خانه سالمندان می روم. بعد از گفتن این جمله ماشین را روشن کرد و پایش را روی گاز گذاشت. دیگر هیچ خبری از این زن نشد. بچه هایش گریه می کردند، چون قرار بود کل ثروت زن به یتیم خانه برسد. هیچ محبتی در دنیا بزرگتر از عشق مادر به فرزندانش نیست و این نهایت بیرحمیه که بچه وقتی بزرگ شد پدر و مادرش رو فراموش کنه. خب دوستان، نظر شما در مورد این داستان چی بود؟ یادتون باشه حتما نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. از این که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.